بسم الله الرحمن الرحیم ارزه سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تیوی احتمالا تو چند روز گذشته این تصویر رو دیدید خانومی که کاملا بره نمیشه در دانشگاه علوم تحقیقات و تصویرش میاد بیرون یه ویدیو هم میاد بیرون که تیکه تیکه دیگه کلا به جای میرسه که کلا بره نمیشه یه نفر توییت زده نوشته ما از آزادی همین رو میخواییم ما میخواییم لخشیم ما میخواییم با همسر خواهر و مادرمون مایو بپوشیم بریم استخر مختلط ما از آزادی همینو میخواییم دختر علوم تحقیقات زن زندگی آزادی اون زمانی که ما میگفتیم زن بردگی هرزگی اینجا رو میدیدیم ولی بعضی ها نمیخواستن ببینن بریم یه کلیپ از همسر ایشون ببینیم برگردیم من همسر خانمی هستم که امروز این حکر زشت رو انجام دارم از مردم خواهش بودم که این فیلم انتجار مادر دو تو بچه هست با مادر دو تا هست با آبروش بازی نکنید کسی که اینطوری میاد بیرون آبرو حالیش میشه کسی که با پوشش زننده وارد دانشگاه میشه مورد اعتراض حراست قرار میگیره و بعد در پاسخ به این اعتراض برهنه میشه آیا ایشون آبرو حالیش میشه یه عده شروع کردن تطهیر کنن این شخص رو و یه عده گفتن که این خانم باید به بیمارستان روانی منتقل بشه به یک مرکز روان درمانی چرا این قبیل روانی ها خلاف افت عمومی عمل میکنن؟ شده حکایت اون یارو که از گندوم ملت بر میداشت میریخ رو گندم های خودش پشت گفتن تو چرا کار این کارو میکنی؟ گفت من نمیدونی من دیوونه هم خب اگه ای از گندم های خودت بریز برای بقیه ایشون دیوونه مشکل روانی دارن که در پاسخ به اینکه خانم پوششت رو رعایت کن اینجا دانشگاه فلان اینا برهنه نمیشه کاری رو میکنه که خلاف افت عمومیه حراست رو عصبانی تر بکنه و پروموت بشه دیده بشه این رفتارشون دیده شد قب شکنی میکنن هنجار شکنی میکنن قدم به قدم به یک باره که به اینجا نرسیدی که از زمانی که خاتمی رئیس جمهور این مملکت شده شما قدم قدم دیدی که اینا اومدن جلو مغنه ها دو سانت بره عقب آستینا کوتاه بشه کم کم لباس ها تنگ تر بشه و الان به جای رسه برهنگی رو دارن تبلیغ میکنن و یک عده همچنان کلاشون تو برفه بعد طرف اومده کلیپ داده که این مادر دو تا بچه است با آبروش بازی نکنید فیلمشو پخش نکنید اما این مسائل از قبل پیش بینی شده بود بریم یه کلیپ کوتاه با هم ببینیم کجا میخوای متوقف شی فردا اومدی میگی که آقا ببین جمعیت من تو خیابون دیدم کم کم دارن شلوارک ها تبدیل میشه به شورت آسان هم یاد برای بیاییم این هم آزاد کنیم قانونی کنیم بگیم ایب نظر به خدا ریاکاری بس دیگه بعد دیگه اجبار بس دیگه شورت اجباری شلوار اجباری پیرن اجباری خب کم کم میرسه به اینجا اونجا میخوای چی بگی رسید آی پور از قدی شما متحجری شما امروزی نیستی امروزی بودن یعنی که طرف خودش رو برهنه کنه در معرض دیده بقیه قرار بده و ملت چی بگم سو استفاده بکنن دیگه سو استفاده بکنن این میشه بروز بودن امروزی بودن تا با طرف حرف میزنی که بابا حجاب رو رعایت کن افت داشته باش شرم داشته باش حیا کن از خدا یه جا یقت رو میگیره ها میگه برو بابا امروزی نیستی تو ام عقب افتاده خب بابا جان چرا امروزی بودن رو تو هرزگی میدونی چون آسونتره حالا دقیقا همینه چون آسونتره میری هرزگی میکنی امروزی بودن هوش مصنوعیه تو هوش مصنوعی رفتی حرکتی بزنی مثلا بگم فلانی نخبه هوش مصنوعیه با هوش مصنوعی یه مشکل رو از بشریت حل کرد چرا نمیری سراغ اون اون امروزی بودن اصلی اونه دیگه به خاطر اینکه اون سخت اون زحمت داره دود چراغ باید بخوری 20 سال پدرت باید در بیاد اما حرز شدن کاری نداره که بندگی خدا مثل این که ای نفر از کوه بره بالا پدر پدر جدش در بیاد ارزوله به کار بیفته خسته بشه عرق کنه استرس داشته باشه ترس و سقوط و نمیدونم هزار و یک خطر تا برسه به قله اما وقتی میرسه به قله چقدر لذت بخشه از اون بالا همه رو میبینه پایین رو تسلط داره بهش اما هرزگی چی مثل سرسر سواریه طرف میره بالا خودش رو ول میکنه رها میکنه یه هیجان کاذبی هم داره دو نفر کف و سوت هم براش میزنن اما تو سی ثانیه تموم سقوط کرد اومد پایین از امروزی بودنم فقط ولنگاریشو فهمیدن این شده امروزی بودن اگه میخوای امروزی باشی برو تو علوم امروزی باش تو علوم مختلف چرا تو ولنگاری امروزی میخوای باشی راهی که دیویس سال قبل قربی ها رفتن و کلشون خورده به سنگ کلاشون متلاشی شده از شدت ضربه الان تو اومدی به سمت اینکه که برهنگی رو عادی سازی کنی بعد بگی مشکل روانی داره طرف بعد حالا کجا رو دارن میزنن ایشون رئیس جپه ای اصلاحاته میگه دیدن تصاویر تکان دهنده یکی از دختران ما در دانشگاه آزاد به قایت تلخ و تکان دهنده بود از چه نظر از این منظر که دین خدا رو به سخره گرفتن یا نه برای اون دختره خیلی فرق ها یه موقع است بگی تلخ و تکان دهنده است که حکم خدا داره زیر پا گذاشته میشه تو جمهوری اسلامی ایرانی که 300 هزار تا شهید داده برای اینکه ناموسش حفظش خاکش حفظ اعتقاداتش حفظشیه. یه موقع اینجوری نگاه کنی یه موقع است بگی نه ببین اون دختره چی شده که به اونجا رسیده چرا ول نکردی خودش از اول اینجوری باشه میگه راه پیشگیری از تکرار چنین فجایعی پریز از رفتارهایی که این مناقشه را تشدید میکند از اون ور داره طلب کار میشه تو جامعه ای که همه میخوان عفیف باشن پاک دامن باشن زندگی سالم داشته باشن یه چهار تا مثل این اقلیت میاد هنجار شکنی میکنه جو جامعه رو به اون سمت به بعد این میاد میگه نگاه کن این مناقشه رو تشدید میکنید شما این همه مثلا چادری و محجبه و نمیدونم معتقد به این مسائل هستید این چهار نفر اقلیت زورشون باید به شما بچربه شما مناقشه نکنید دو قطبی نکنید بعد میگه تردید ندارم که تمامی روکرت های سلبی و پلیسی شکست خورده است همه موافقان این رویکرد را به گفتگو دعوت میکنم خب بسم الله یه لایوی بذاریم تو همین یوتیوب با مبانی عقلی قرآنی و اجتماعی ببین من امثال شما رو تو دو دقیقه آچمزتون میکنم یا نه ته این مسیر بیچارگی دختران جامعه است فعلا کلاشون داغه فعلا با سوء هایی که ازشون میشه کلاشون داغه تهش به جایی میرسه که دخترا باید بدون دنبال پسرها التماس کنن که تو رو خدا بیا خواستگاری صبر کنید وقتی مفت و مسلم خودت رو در اختیار دیگران قرار میدی و اشباعشون میکنی دیگه بهت اصلا نگاه نمیکنه مثل یه دستمال پرتت میکنه دور برید سن دخترای مجرد رو بررسی کنید بعضی از اینا به بهانه تحصیل و فلان و اینا موندن بعضیاشون جبر اجتماعی قشونه گرفته وقتی پسر ببینه دختر اینقدر آسون و ارزون در دست رسه یه میخوام چیکار مگه این هم هم سکه و مهری و نفقه و نمیدونم خرج روزمره زندگی و قصد و قرض و پول آب و برق و گاز و مگه دیوانه هفته یه بار میریم بیرون پول بستنی هم میندازیم گردن دختره با دوتا تا دوست دارم و عاشقتم و فلان و تمام شد رفت سوء استفاده ها رو میکنه بعد آخرش پرتت میکنه دور و نکته بعدیش اینجا پیکان ها به سمت پلیس نشانه گرفته شده میخوان چش پلیس رو در بیارن روکرد های سلبی و پلیسی شکست خود است چرا جای دیگه شکست نمیخوره پلیس وقتی میخواد قاچاقچی ها رو نقره کنه اگر سایر دستگاه در کنار پلیس باشن از این ور گرفتن از اون ور آزاد نشن یا با یه سری مثلا جریم های خیلی خندهدار اینها دوباره برنگردن به چرخه پلیس پدر پدر جد قاچاقچی رو در میاره کالای قاچاق میاد بیرون از اون طرف از بازار سر در میاره چرا امهاش نمیکنین آقا آقای مسئول بعد تایش بیا بگی پلیس در مسئله مبارزه با قاچاقچیان شکست خورده است اگر پشت پلیس محکم وایسی دو بار تو همین یک سال گذشته پلیس اومد پای کار که آقا دوباره این تره نور و فلان و اینا رو جمع کنیم اراز و باشه فرهنگی جامعه رو مقابله کنیم با این هنجار شکنه انقدر قشنگ ماستا رو کیسه کرده بودن تره پلیسی شکست خورده شما پشت پلیس وایسا برای مقابله با هنجار شکنا ببینم شکست بخوره چند ده نهاد وظایفشون رو ول کردن آخر سر رسیده به اینکه پلیس بیاد با این نوهنجاری مقابله بکنه خب پشت پلیس هم خالی میکنی بعد میام یه تقصیر پلیس ها این بد اجاب شد تقصیر پلیسه این ولنگار شد تقصیر پلیسه خانواده محیط اجتماعی دوستان سبک زندگی طرف لغمه ای که خورده همه اینا رو گذاشتی کنار خروجی کار شده یک آدم ولنگار بعد اومدیم این که این پلیس تقصیر پلیس اینجوری شده رفتارهای پلیس باعث شده که اینجوری شده چرا پلیس گفته تو برهنه شو تمام لباسات تو از بدنت درار تو خیابون رژه برو نه لجبازی کرده با پلیس خب لجبازی کرده سرشو میکوبید به دیوار چرا برهنه شد مگه مادر دوتا بچه نیست ادامه صحبت های پور از قدیرم بشنویم با همین استدلالی که اینجا میگه آقا حجاب رو فلش کن بی حجابی بشه با همین استدلال بعدن باید بگی مواد مخدر چرا تو فروشگاه ها هر کی آزاد هر کی میخواد بره هم جنس بازی چرا قانونی نشه چرا با قانون جلوی چیز نا همجنس بازی اجباری کجا میخوای توقف کنی با کدوم مبنا مبنا چیه اسلام عقل اخلاق واقعیت تجربی واقعیت هم که خلاف اینو داره بهت میگه اما یه وقت اینه که آقا میگه آقا ببین بالاخره الان یک تعداد زیادی خانم و آقا هستن اینا ضد اسلام اینا هم نیستن آشورا که کل این ملت سیاپوش میشه اگه اینا ضد مذهب بودن که شما تو آشورا یک آدم سفید توش پیدا میکنی ولی همه آدم بینش حجاب ممکنه به جایت نمیکنه خیلی خب آقا حالا ما بگیم این حتما جهنمی هست. نه اینا 13 14 مدل هر کدوم یه حکم داره بنده هم ممکنه به دلایل دیگری جهنمی باشه حجاب رو رعایت بکنی ولی به دلایل دیگری بنده جام از او بدتر باشه تو جهنم به خاطر گناه های دیگری که کردم و میکنم ولی شما نمیتونی بگی که چون یه ادهی دارن اینجوری میشن این گناه باید آزاد بشه بعد نمیتونی بگی عقلا که اگه آزادش کنی اتفاقا گناهکاران کمتر میشن نخیر آقا هر گناهی رو آزاد کنی گناهکاران بیشتر میشن مواد مخدر رو آزاد کنی معتاد بیشتر میشه بگو آقا اگر جلومو بگیری ما میریم تو زیر زمین ها میکشیم برو تو زیر زمین بگیر میخوای برو تو زیر زمین سرتا بزن به سنگ دستشویی ارشه عمومی حسابش از ارشه خصوصی جداست اینا میگن اگر عرصه عمومی رو بذار مثل عرصه خصوصی خودش بکنه و الا میره تو عرصه خصوصیشو کارا میکنه خب بکنه اصلا عرصه خصوصی مال خودته عرصه عمومی مال تو نیست رهبری یه صحبتی داره در تو با همین بحث گشت ارشاد و برخورد با هنجار شکنه و اینها میگه حاکمیت وظیفه داره مقابل اینها بیسته بعد یه مسئول و سیاسی و رسانه دار و اینها پیداشون شده میگن نه آقا ببین کار پلیسی و سلبی و اینا دیگه جواب نمیده بیایید عبرت بگیریم از گذشته گشت ارشاد ناموفق بوده جمع شه میدونی چرا اینا میگن چون راه هموار بشه سریعتر به اون مقصده برسن وگرنه خودشون هم میدونن پلیس یکی از مهمترین عواملی هست که اینها سریع نمیتونن به اهدافشون برسن پلیس رو دارن تضعیف میکنن از اون طرف هم که این قانونی که در تو با افاف و مطرح شد دیگه تصویب شده دیگه چرا اجرایی نمیشه آقایون مسئول بیان پاسخ بدن اما یه نکته یه نکته بارها بهتون گفتم وقتی بخوان افکار اجتماعی رو تخدیر بکنن یه کاری اونور کنن یه گندی اونور میخوان بزنن یه حرکتی میخوان بزنن که مقاومت اجتماعی میتونه جلوش رو بگیره باید چیکار کنیم باید جامعه بشه یه چیزی مطرح بشه مثلا مثل همین کشف و نمیدونم یه مسائل این شکلی اینکه بارها بهتون گفتم اتفاقا حجاب خیلی مهمه پاش باید وایستاد برای همینه که جوانهای جامعه رو در لجنزار فساد و فحشا و هوسرانی قرقشون نکنن که بتونن یه دی بچاپن و ببرن اتفاقا از این منظر حجاب خیلی مهمه حالا تو برنامه بعدی شاید در تو رجیستری آیفون و این مسائل هم صحبت بکنیم دیگه ارز آزاد با ارز نیما چجوری داره به هم نزدیک میشه تبعاتش که بارها گفتیم ولی باز بیشتر بازش میکنیم که ملت تو جریان باشن آقا کلا رو تو برف نکنید این بحثا دوباره پیش بر و فیلترینگ رو برمیداریم و فلان میکنیم و اینا پشتش مسائل اقتصادیه یعنی میخوان یه کارای تو حوزه اقتصادی بکنن تا باید یه دیش سرگرم چیز دیگه باشن که بتونن موفق بشن به خواستهای خودشون برسن یا علی التماس دعا خدا نگهدارتون